نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات باشگاه‌های آسیا در مساف با تیم پلیس عراق در خدمت شما خواهیم بود. تیم پیروزی با لباس‌های سفید و قرمز رنگ از چپ به راست در تصویر تلویزیونی در نیمه اول خواهد زد و تیم پلیس عراق یک دست سفید پوش در سمت راست تصویر مشخص خواهد بود. یک ضربه از راهی دور از سوی مهدی هاشمی نسب و این هم تصویر آقای محمود خوردبین، علی پروین و ناصر ابراهیمی در کنار ناصر محمدخانی، پرویز کماسی و دیگر بازیکنان ذخیره تیم پیروزی تهران. تصویر مهدی هاشمی نسب رو دیدید که ضربه رو زد و هاشم حسن دروازه‌بان پلیس عراق که آغازگر مجدد بازی بود. فرصت باز هم برای تیم پیروزی هست در شرایطی که در این لحظه یک دقیقه و شش ثانیه از نیمه اول سپری شده. بازی در عربستان در شهر ریاض و در ورزشگاه ملک فهد برگزار میشه. توضیحات بیشتر رو در خلال گزارش این دیدار خدمتون عرض خواهم کرد. خب پیروزی در آغاز بازی با چند یورش کار خودش رو آغاز کرده تا در واقع پلیس عراق رو به عقب‌تر رانده باشه که این کار رو هم در این لحظات انجام داده. قضاوت این دیدار به عهده یک داور ژاپنی است و برای تیم پیروزی، ضمن اینکه حالا یک فرصت رو بازیکنان پلیس عراق دارن، یار شماره 20 این تیم علی شنیان هست که در مساف با احمد عابدزاده در صحنه که دیدید موفق نبود. برای تیم پیروزی نماینده جمهوری اسلامی ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام باشگاه‌های آسیا احمد عابدزاده پس از رهایی از بند آسیب دیدگی در درون دروازه بازی خواهد کرد. علی انصاریان بازیکن شماره 4 هست که خطایی رو یاران پلیس عراق مرتکب شدن و با یک ضربه آزاد حمید استیلیس که قصد داره بازی رو مجدداً آغاز بکنه. ادموند بزیک و مراقبت نزدیک از توی یک مدافع عراقی ضربه سر در درون محوطه جریمه و در دستان هاشم حسن دروازه‌بان آماده و بلندقامت پلیس عراق توپ قرار میگیره. خب برای تیم پیروزی از کردم احمد عابدزاده در دروازه هست، علی انصاریان بازیکن شماره 4 هست، افشین پیروانی 5، مهدی هاشمی نسب 6، حمید استیلی 7، ادموند بزیک 10، حامد کاویانپور 11، اسماعیل حلالی 15، هادی مهدوی کیا 17، پایان رعفت 19 و علی امامی فر بازیکن شماره 23 با مربیگری آقای علی پروین. پایان رفعت توپ رو در اختیار داره سمت چپ، به دنبال بازیکن همدسته هست، به اون نزدیک نمیشن، بل اجبار پاس رو عقب رو او ارسال میکنه کنارهای خط طولی. حرکت امامی فر و خطا به سود تیم پیروزی. اما برای پلیس عراق هاشم حسن در دروازه قرار داره. تصویر آقای هاشمی ریاست محترم فدراسیون تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران رو هم لحظاتی ملاحظه کردید که در ورزشگاه حضور دارن. آقای هاشمی تبا و از نزدیک این دیدار رو تماشا میکنه. فرصت برای پایان رفعت ایجاد نشد مقابل تیر دو و یک بار دیگه از کنار دروازه هاشم حسن این دروازه‌بان بازی رو بایستی آغاز بکنه. علی انصاریان در کنار مهاجم تیم عراق در مرکز خط دفاعی پیروزی و این هم احمد عابدزاده بود که لحظه ای او رو دیدید. وزنه روحی بسیار سنگینی است برای تیم پیروزی تهران. خب حرکت در کنارهای محوطه جریمه، یک فرصت عالی، یک ضربه سر، دخالت مجدد بازیکن پلیس عراق و بهترین شانس این تیم که در دقیقه پنجم تبدیل به گل نشد.
یک کورنر حاصل تلاش یاران سفید پوش پلیس عراق هست. احمد آبدزاده خوب کار کرد. در صحنه که دیدید بازوبند کاپیتانی تیم پیروزی یا پرسپولیس تهران هم بر بازوی اوست. بلند میزنن کورنر رو. نزدیکی های نقطه پنالتی شلوغ هست. ارتباط رو قطع میکنن. حالا ضد حمله ببینیم آیا شکل خواهد گرفت یا خیر. در زمین تیم پلیس عراق در این لحظه هیچ کدام از بازیکنان پیروزی حضور ندارند. برای تیم پلیس عراق هاشم حسن در دروازه هست. هیدر مجید بازیکن شماره دو هست. خالد صبار یار چهار. علی سید بازیکن شماره هفت. سلمان حسین یار شماره هشت. زایر رحیم سیزده. اسام حمد سالم چهارده. سمیر کاظم 15، یاسر عبداللطیف 17، احمد اسد 18 و علی شنیان بازیکن شماره 20. زمینی که تصویر مربی این تیم ناجی حمود رو لحظه‌ای ملاحظه کردید. خب باز هم یک ضربه به سود تیم پیروزی است. هاشم حسن راهنمایی میکنه بازیکنانی که در دیواره دفاعی بایستی مستقر بشن. 5 بازیکن حضور دارن. یک ضربه زده میشه برخورد با دیواره دفاعی، برگشته تو و اینجا به قائل خاتمه میدن مدافعین تیم پلیس عراق. حرکت یاسر عبداللطیف سانتر بلند او به جایی که احمد عابدزاده حضور داره. این هم نیمکت ذخیره های نماینده کشور عراق در مرحله یک چهارم نهایی جام باشگاه های آسیا که در شهر ریاض از کردن در کشور عربستان برگزار میشه. الهلال عربستان در واقع شانس اول گروه غرب آسیاست. در کنار این تیم، تیم پیروزی از ایران، پلیس از عراق و ارتش پاولودار قزاقستان دیگر تیم هایی هستند که در غرب آسیا مسابقات رو از امروز آغاز کردن و نهایتا دو تیم از جمع این چهار تیم به نیمه نهایی پای خواهند گذاشت. چهار تیم هم در شرق آسیا مسابقات رو در کاشیمای ژاپن حدوداً 18 روز دیگر آغاز خواهند کرد و نهایتاً دو تیم از غرب آسیا و دو تیم از شرق آسیا مرحله نیمه نهایی رو در کشور دیگری برگزار خواهند کرد که تا این لحظه میزبان مرحله نیمه نهایی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا تعیین نشده. خب 7:44 از بازی سپری شده. روی تصویر ملاحظه میکنید نتیجه بدون گل مساوی است. زمینی که یک خطر جدی از بیخ گوش احمد عابدزاده در دقایق سپری شده گذشت. خب تیم پیروزی ایران با النصر لبنان در مرحله قبل بازی کرده، 3-0 در تهران برده. باز هم فرصت برای پلیس عراق در درون محوطه جریمه و هادی مهدوی کیاس که توپ رو به میانه میدان میفرسته. از کردم تیم پیروزی النصر لبنان رو در تهران 3-0 شکست داد. در بازی برگشت در لبنان بدون گل مساوی به کار خودش خاتمه داد. با نتیجه 3-0 در دو دیدار رفت و برگشت به این مرحله پای گذاشت. تصویر آقای هاشمی تبا ریاست تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران رو دیدی و همچنین آقای حسینی دبیرکل کمیته المپیک که در ورزشگاه حضور دارن و از نزدیک این دیدار رو تماشا میکنند. کورنر دیگری به سود تیم پلیس عراق شکل گرفته. حالا ارسال میکنن نزدیکی های نقطه پنالتی. توپ فرود میاد. اجازه استفاده مفید از توپ رو یاران پیروزی نمیدن. باز هم یک پاس مورب در درون محوطه جریمه و علی امامی فر که از سمت چپ به جناح راست آمده و توپ رو هم دور میکنه. علی زید بازیکن شماره 7 رو لحظه ای دیدید. باز هم هادی مهدوی کیا هست که توپ رو دور میکنه. خوب کار کرده پلیس عراق تا این لحظه از بازی. تیم پیروزی با احتیاط بیشتری ظاهر شده در این دقایق و
صلاح بیروز ایرانی بایستی ببینیم در دنباله بازی تیم پیروزی چگونه به سمت دروازه حریف حرکت خواهد کرد و چگونه به دنبال گل پیروزی خواهد بود. افشین پیروانی برای مهدی هاشمی نسب، حرکت پا به توپ هاشمی نسب از خط میانی یک لحظه گذر میکنه، برمیگردونن توپ رو مدافعین پلیس عراق، ادموند بزیک، اسماعیل حلالی. خب حلالی توپ رو تحویل بازیکنان عراقی میده. تیم پلیس عراق در مرحله اول با القادسیه کویت بایستی بازی میکرد که معمولا تیم های کویتی در مقابل تیم های عراقی حاضر نمیشن. پس از حمله عراق به کویت تیم پلیس عراق بدون مسابقه با القادسیه کویت به علت حاضر نشدن القادسیه به دور بعدی راه پیدا کرد. زمینی که تصویر بازیکن شماره 13 زایر رحیم عباس رو لحظه ملاحظه کردید. در مرحله بعدی تیم پلیس عراق با الوحده کشور یمن بازی کرد، در یمن بدون گل مساوی کرد، در عراق 5-0 تیم الوحده یمن رو تیم پلیس عراق شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی پای گذاشت و حالا در ریاض عربستان بایستی با پیروزی ایران، الهلال عربستان و ارتش پاولودار قزاقستان این تیم بازی بکنه. لا نزال خارج الملعب، رمية جانبية على الأرض، خب یکی از بازیکنان پلیس عراق ناراحت هست، روی زمین دراز کشیده. دقیقه 12 نیمه اول رو ملاحظه میکنید، ببینیم آیا این بازیکن به بازی برخواهد گشت یا خیر. یار 17 یاسر عبداللطیف هست که بایستی از زمین بیرون بره. خب من این توضیح رو هم خدمت همیهنان بسیار عزیزم در خارج از کشور عرض بکنم که مسابقات قهرمانی باشگاه آسیا از سال 1967 آغاز شده، ضمن اینکه یک بار دیگه بازیکنان ذخیره تیم پیروزی تهران رو ملاحظه کردی، سراج در کنار عبدی و دیگر بازیکنانی که در کنار آقای علی پروین حضور دارن و بایستی ببینیم که تعویضی رو هم مربیان تیم پیروزی انجام خواهند داد یا خیر. معمولا در نیمه اول خب تعویض انجام نخواهد شد مگر آنکه بازیکنی آسیب ببینه. افشین پیروانی آخرین مدافع تیم پیروزی واگذار میکنه تا از چپ حرکت دیگری رو یاران پیروزی آغاز بکنه. علی امامی فر در مساف بازیکن شماره 4، خالد صبار و یک بار دیگه تصویر آقای ناجی حمود مربی تیم پلیس عراق. علی انصاریان پرتاب میکنه بلند در درون محوطه جریمه و داور ژاپنی که بازی رو به سود پلیس عراق و به علت خطای پایان رأفت متوقف میکنه. خب علی انصاریان بازیکن شماره 4 به جای بهروز رهبری فر در ترکیب تیم پیروزی قرار گرفته، به علت اینکه رهبری فر از این دیدار محروم هست و از دیدار بعدی که در مقابل ارتش پاولودار قزاقستان پیروزی بازی خواهد کرد، رهبری فر مجددا اجازه حضور در ترکیب تیم پیروزی رو خواهد داشت. نیمکت ذخیره های پلیس عراق رو ملاحظه میکنید و آقای ناجی حمود که حالا برخواسته و با بازیکنان خودش صحبت میکنه. باز هم علی انصاریان که بازیکن جوان، انرژیک و پرتعصبی است، همین بازیکن پرتاب میکنه، این بار هم بلند در کنج محوطه 6 قدم، کورنر یا ضربه دروازه. ببینیم نظر داور چیست. سمیر حسن کاظم یار شماره 15 رو ملاحظه کردید که کاپیتن تیم پلیس عراق هم هست. کورنر رو حمید استیلی میزنه. ها
هاشمی نسب به جلوتر آمده بود با سر روی توپ اثر میگذاره و نهایتاً علی زید بازیکن شماره 7 بود که توپ رو دور کرد. پایان رفعت امید اول آقای علی پروین هست. روی ضربات هوایی بازیکن سرزنی است که البته در مساف با هاشم حسن این دروازه‌بان بلند قامت بایستی ببینیم چه خواهد کرد. علی انصاریان در خط دفاعی لحظه مشخص بود. علی امامی فر با سر به توپ ضربه میزنه. خطای امامی فر رو داور اعلام کرده. این هم اسماعیل حلالی است که نام کوچک او رو به اشتباه درج میکند. فرصت برای پلیس عراق از روی خط طولی محوطه جریمه. این بار هم علی انصاریان توپ رو بر میگرد. خالد صبار واگذار میکنه برای سمیر حسن. خود صبار دقیقه 16 هم از نیمه اول. پیروزی یا پرسپولیس تهران 0 پلیس عراق 0. مرحله یک چهارم نهایی جام باشگاه‌های آسیا در سال 2000 که 19مین دوره این مسابقات هم هست. حمید استیلی و جهش نمایشی هاشم حسن. واستطاع ان يعود الحقيقه بكل طبعا خبرته وتجربته لفريق نتیجه و زمان سپری شده از بازی رو روی گیرنده ها ملاحظه میکنید. خب یک جدال پایاپای تا اینجا بین پیروزی و پلیس عراق برگزار شده اما هنوز تو از خط دروازه ها عبور نکرده و به صورت جدی تنها یک بار دروازه پیروزی با خطر مواجه شده. 13 زایر رحیم پشت محوطه جریمه. داور فرمان به دنبال کردن بازی میده. حامد کاویانپور بازیکن جوان خط میانی تیم پیروزی نگه میداره. عضو تیم ملی کشورمون هم هست. این بازیکن جوان و شماره 11. حمید استیلی در مقابل او یار 17 یاسر عبداللطیف. توپ از خط عرضی زمین گذر کرده و داور ژاپنی دستور میده تا از کنار دروازه پلیس عراق بازی مجددا آغاز بشه. هاشم حسن دروازه‌بان عراق خودش بازی رو آغاز خواهد کرد. این هم تصویر آقای ناصر ابراهیمی یکی از مربیان تیم پیروزی تهران بود. درون محوطه جریمه پاس رو به عقب اجازه استفاده از دستهای خودش رو نخواهد داشت. احمد عابدزاده بلافاصله به جناح راست میبره بازی رو با هادی مهدوی کیا برادر مهدی مهدوی کیا که عضو تیم هامبورگ آلمان هست و حالا هادی جا پای برادر بزرگتر گذاشته و یکی از بهترین بازیکنان تیم پیروزی در حال حاضر هم هست. خب باق میشه فنایی کریمی و دیگر بازیکنان پیروزی رو یک بار دیگه روی نیمکت ذخیره ها دیدید. علی کریمی پس از پایان یک سال محرومیت اجازه حضور در مسابقات باشگاه آسیا در ریاض رو دریافت کرده و آقای علی پروین بایستی ببینیم که از این بازیکن در چه دقیقه ای استفاده خواهد کرد. حامد کاویانپور یک بار دیگه صاحب توپ هست. میچرخه. سه بازیکن او رو محاصره کردن. باز هم مهدوی کیا بایست منطقه بازی رو عوض بکنه. همین کار رو هم میکنن به فضای تقریبا خالی در سمت چپ. حرکت علی انصاریان زمینی که من چگونگی استقرار بازیکنان پیروزی رو هم دقیقا در سیستم 352 خدمتتون عرض خواهم کرد. پشت محوطه جریمه دور میکنن بازیکنان پلیس عراق. برای تیم پیروزی آخرین مدافع افشین پیروانی هست. دو مدافع جلوزن سمت راست مهدی هاشمی نسب و سمت چپ علی انصاریان هستند. مدافع هافبک یا پیستون راست هادی مهدوی کیا در سمت چپ علی امامی فر که این وظیفه رو به عهده داره. سه بازیکن در خط میانی زمین که آقای ناجی حمود رو
باز هم ملاحظه میکنید در مرکز زمین برای تیم پیروزی حامد کاویانپور با شماره 11، اسماعیل حلالی 15 و حمید استیلی 7 بازی خواهند کرد. در خط حمله هم ادموند بزیک بازیکن شماره 10 و پایان رعفت یار شماره 19 انجام وظیفه خواهند کرد. اسماعیل حلالی هافبک راست تیم پیروزی است، البته در کنار هادی مهدوی‌کیا که مدافع هافبک راست هست. این دو بازیکن با بازی هم آشنایی کامل هم دارند. خب این کورنر هم بی‌حاصل هست برای تیم پیروزی که کم کم حالا خودش رو به درون زمین پلیس عراق رسانده. امامی فر پاس مورب پشت محوطه جریمه، پشت به دروازه حریف، علی انصاریان به توپ ضربه میزنه، برمیگردونن بازیکنان پلیس عراق. دقیقه 21 و نتیجه همچنان بدون گل مساوی. احمد عابدزاده، مهدی هاشمی نصر توپ رو در اختیار داره، نگاه میکنه، هنوز تصمیم نگرفته. در این لحظه بازی رو به جناح چپ میبره، یک اشتباه از امامی فرد و علو رفتن توپ. یاران پلیس عراق با یک پاس عمقی در درون محوطه جریمه و این بار هم احمد عابدزاده. الى مهدي هاشمي في الوسط على الدائرة منقولة أمامية مقطوعة من هاشم من سمير كاظم محمد هادي مهدوي سمير توپ رو در اختیار داره، حرکت میکنه، دو بازیکن مقابل او هستن. کنارهای خط طولی برای ادموند بزیک، اسماعیل حلالی، حامد کاویانپور. یکی از بازیکنان عراقی ناراحت هست، نام علی پروین رو ملاحظه میکنه روی تصویر ناصر ابراهیمی. آقای علی پروین سرمربی تیم پیروزی تهران هستن و مدیر فنی تیم های پیروزی. در کنار آقای خوردبین روی نیمکت ذخیره ها آقای پروین نشسته و ناصر ابراهیمی معمولا دستورات آقای علی پروین رو به بازیکنان منتقل میکنه. خب حامد کاویانپور توپ رو به بیرون میزنه، یعنی حیدر محمود مجید رقم 2 و سمیر کاظم رقم 15 و احمد کاظم. مهند زیدان برمیخیزه و به بازی ادامه خواهد داد. و خالد محمد صبار 4 و علی زید 7 و عصام حمد 5 لاعبین في الوسط و 2 علی امامی فر و مهند زیدان افشین پیروانی سمت راست هاشمی نسب رو داره، حالا واگذار میکنه برای او. او از خط میانی هم عبور میکنه، ارسال پاس طولی، حرکت ادموند بزیک. خب مراقبت کردن مدافعین عراقی از دو مهاجم تیم پیروزی، یعنی ادموند بزیک و پایان رفعت. اینجا هم یاسر عبداللطیف یک کار زیبا انجام میده، معذرت خواهی میکنه، میبوسه حمید استیلی رو. به هر شکل بازی مجددا دنبال میشه. در دقیقه 24 و دروازه های بسته پلیس عراق و پیروزی از جمهوری اسلامی ایران، 18 احمد اسد به توپ ضربه میزنه. خب بازیکنان پیروزی حالا در این دقایق بازی رو در اختیار گرفتن. مرکز زمین یار 14 اسام حمد سالم و حالا ارسال پاس بلند و علی انصاریان که مسلما اجازه کار رو به بازیکنان عراقی نخواهد داد. حیدر مجید بازیکن شماره 2 رو ملاحظه میکنید که مدافع راست تیم پلیس عراق هست، پرتاب رو او انجام میده. خود حیدر مجید به توپ میرسه برای بازیکن شماره 14 اسام حمد سالم درون محوطه جریمه و به آسانی باز هم توپ در دستان احمد عابدزاده قرار میگیره. 3-5. حالا یک بازیکن هم سمت راست اضافه میشه که هادی مهدوی کیاس، اما این بار هم دست خالی بازیکنان تیم پیروزی ایران برمیگرده. حرکت یاسر عبداللطیف نزدیک های خط طولی محوطه جریمه، این بار هم هاشمی نصر توپ رو دور میکنه. علی زید
وحميد رضا ضربه با پای چپ خطيره لكن مقطوع. علي انصاريان با سر برمی‌گرده. مجددا یاران پلیس و یک بار دیگه توپ در دستان احمد عابدزاده قرار میگیره، زمین که همچنان ناجی حمود در کنار زمین با بازیکنان پلیس عراق صحبت میکنه. او محاوله لاستغلال او استثمار الهجمات المرتده للشرطه العراقي. طبعا في بطء وفي واضح. علی امامی فر روی توپ اثر میگذاره، یک پاس کوتاه در مرکز زمین از حامد کاویانپور، خود او مجددا برای ادموند بزی که پشت به دروازه حریف داره و بل اجبار پاس رو به عقب رو باز هم ارسال میکنه. هادی مهدوی کیا تند و تیز از سمت راست حرکت میکنه، باز هم خود هادی مهدوی کیا در جدال با بازیکن خط دفاعی عراق و ببینیم نهایتا این یورش پیروزی به کجا خواهد انجامید. مهدی هاشمی نسب در جدال با 13 زایر رحیم. خب سرعت توپ زیاد هست و به مهدوی کیا نمیرسه، در واقع مهدوی کیا به توپ نمیرسه. باستم تصویر آقای هاشمی تبا و یک ردیف عقبتر آقای امیر حسینی. طبعا تصفیات غرب آسیا که به ریاض رفتن و عرض کردن بازی رو از نزدیک تماشا میکنند. وقد يكون من المناسب الحقيقه ايضا انه هذه البطوله. خب مهدی هاشمی نسب این بار ناراحت هست، روی زمین دراز کشیده و بازی هم متوقف شده. در خصوص جام باشگاه های آسیا خدمتتون عرض می‌کردم که در سال 1967 این مسابقات برای اولین بار برگزار شده. مهدی هاشمی نسب رو ملاحظه میکنی که واسه برانکارد بایستی از بازی بیرون ببرن. این هم تصویر احمد عابدزاده کاپیتان تیم پیروزی هست. 18 بار مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا برگزار شده، ضمن اینکه از سال 71 تا 84 13 سال تعطیل بوده. این لحظه است که هاشمی نسب درگیر هست با بازیکن عراقی و آسیب هم میبینه. خب در زمانهای مرده بازی من توضیحات بیشتر رو در خصوص چگونگی قهرمانی تیم‌های مختلف در 18 دوره گذشته جام باشگاه آسیا خدمتتون خواهم داد. لكن في اليمين هيدر محمود مجيد على الارض وخارج الملعب الى ضربه رميه جهه. خب بازی سریع و پر برخورد هست، اما قصد و عمدی در کار نیست. این بار هیدر مجید بازیکن شماره 2 از تیم پلیس عراق آسیب دیده. در خصوص شرکت تیم‌های ایرانی در این مسابقات، زمینی که لحظه‌ای که هیدر مجید آسیب دید روی تصویرهای دیدید، از کشور ما تا کنون 3 بار تیم‌های استقلال و پاس به مقام قهرمانی رسیدند، یعنی سال‌های 1970 و 1990 به فاصله 20 سال تیم استقلال 2 بار به مقام قهرمانی رسیده و 2 سال پس از سال 90 یعنی در سال 1992 زمین که تصویر افشین پیروانی و حمید استیل رو دید و این هم ناجی حمود مربی پلیس عراق هست در ورزشگاه خالی ملک فهد، یک بار هم پاس در سال 1992 به مقام قهرمانی باشگاه های آسیا رسیده. 3 بار تیم ایران در این مسابقات به مقام قهرمانی رسیده، اما رکورد در اختیار کره جنوبی است که با 4 بار قهرمانی طی 18 دوره که از این مسابقات برگزار شده بهترین رکورد رو در اختیار داره. تیم های استقلال تهران، پوهانگ از کره جنوبی و فارمرز بانک تایلند هر کدام 2 بار به مقام قهرمانی باشگاه آسیا رسیدن و از این حیث دارای رکورد هستند. امیدواریم تیم پیروزی هم برای اولین بار به مقام قهرمانی مسابقات دست پیدا بکنه تا در کل با 4 قهرمانی ایران در کنار کره جنوبی قرار بگیره.
الى رمي ضربه مرمى. ضربه مرمى للشرطه العراقيه 29 دقيقه من زمن شوط. خب علی امامی فر رو ملاحظه میکنی که برمیگرده باز هم تصویر آقای ناصر ابراهیمی که در کنار ناصر محمد خانی دو مربی تیم پیروزی هستن. آقای علی پروین هم سرمربی پیروزی و مدیر فنی تیم های پیروزی هستن. آقای پرویز کماسی هم مربی بدنساز تیم نماینده کشورمون در این مسابقات هستن. آقای محمود خوردبین هم سرپرست این تیم هستن. خب با این کادر که از تجربه بالای هم برخوردار هستن، تیم پیروزی آمده تا در جمع دو تیم صعود کننده از غرب آسیا قرار بگیره. احمد آبزاده توپ رو در اختیار میگیره از چپ به راست برای هاشمی نسب که به بازی برگشته. اسماعیل حلالی صاحب توپ هست. راه بسته هست به عقب‌تر برای حامد کاویانپور. هاشمی نسب، حمید استیلی جناح چپ، علی امامی فر درون محوطه شش قدم. باز هم امامی فر فرصت برای زدن ضربه با پای راست رو داره، همین کار رو هم میکنه. البته توپ در چارچوب نبود اما به هر شکل در بین راه مدافعین عراقی توپ رو بر میگرد. حالا علی انصاریان، خطای انصاریان رو داور ژاپنی اعلام میکنه در دقیقه 32 نیمه اول، در شرایطی که پیروزی از ایران و پلیس از عراق بدون گل مساوی هستند. اما قبل از این دیدار در اولی مسابقه از یک چهارم نهایی غرب آسیا تیم میزبان یعنی الهلال عربستان موفق شده با نتیجه 2-0 تیم ارتش پاولودار قزاقستان رو شکست بده و حالا الهلال که عرض کردم امید اول صعود از جمع چهار تیم غرب آسیا است با 3 امتیاز و تفاضل گل به اضافه 2 در صدر جدول این گروه قرار داره. اما بایستی صبر بکنیم تا این بازی به پایان برسه ببینیم که آیا الهلال همچنان در صدر جدول پس از یک بازی برای هر کدام از چهار تیم قرار خواهد گرفت یا خیر. تا اینجا پیروزی 1 امتیاز، پلیس عراق 1 امتیاز و الهلال 3 امتیاز که بالاتر از این دو تیم قرار داره. ارتش پاولودار قزاقستان هم بدون امتیاز در رده چهارم هست. اینجا علی امامی فر معذرت خواهی میکنه از حیدر مجید یار شماره 2 دوستی بر بازی حاکم هست و عرض کردم درگیری ها غیر عمد هست. خب ورزش فوتبال هست و درگیری هم اجتناب ناپذیر. ضربه از احمد اسد پشت محوطه 6 قدم دور میکنه افشین پیروانی. ببینیم ضد حمله شکل خواهد گرفت یا خیر. حرکت کندو چیز پایان رحمت که به عقبتر آمده، ارسال پاس برای کدام بازیکن؟ برای هاشم حسن. ملعوبه یار 14 اسام حمد سالم باز هم پشت محوطه جریمه پیروزی و باز هم مدافعین سرزن نماینده کشور ما. لاعب المنتخب الايراني لاعب الوسط الايراني اللي بدا وكانه الحقيقه اكثر نشاطا وحماسا من بقيه لاعبي خط الوسط الايراني. افشین پیروانی توپ رو در اختیار داره. با بیش از 50 بازی ملی که در تمامی بازی ها هم در همین پست بازی کرده، یعنی مدافع آخر بوده، فرصت برای پیروزی درون محوطه جریمه و کورنر روی تلاش خالد صبار یار شماره 4 که اجازه کار مفید رو به ادمون بزیک نمیده. ناراحت هست بزیک، دست به کمر ایستاده نزدیک های نقطه پنالتی، چند لحظه اصلا حرکت نکرد. به هر شکل هر یارشی در فوتبال تبدیل به گل نخواهد شد. هنوز زمان زیادی از بازی باقی است. دقیقه 35 کورنر با علی امامی فر درون محوطه 6 قدم و خطا به سود پلیس عراق. هاشم حسن ناراحت هست.
تصویر هاشتر ملاحظه کردی، خطای مهدی هاشمی نسب پیشتاخته در مساف با هاشم حسن دروازبانی که از کردم، هم بلند قامت هست هم کار خودش رو خوب بلده. خطای مهدی هاشمی نسب رو در این تصویر کاملا دیدید، به هر شکل ببینیم او به بازی برخواهد گشت یا خیر. داور با او صحبت میکنه که آیا قادر به دنبال کردن بازی هستی یا خیر. اما بازم در خصوص دوره های گذشته این مسابقات خدمتتون عرض بکنم که چهار باری که کره جنوبی فاتح این مسابقات شده به واسطه تیم های دو رویال در سال 84 بوده و ایل هوا چون ما در سال 95. پس از قهرمانی ایل هوا چون ما دوباره پیاپی پوهانگ در سالهای 96 و 97 جام باشگاه آسیا رو فتح کرده و این همان چهار قهرمانی کره ها در این مسابقات بود که خدمتتون توضیح دادم. خب مرکز زمین باز هم ضربه از بازیکنان پیروزی، یار شماره 13 زایر رحیم مرتکب خطا میشه. زایر عباس رحیم نام کامل بازیکنی بود که ملاحظه کردید. حامد کاویانپور نمیرسه به توپ. هادی مهدوی کیاخته میده که بازیکن شماره 7 علی زید حرکت میکرد در منطقه چپ دفاعی تیم پلیس عراق. خود هاشم حسن مأمور زدن ضربه هست، این کار را انجام داده در تمامی دقایق سپری شده از بازی. علی زید بازیکن شماره 7 رو ملاحظه میکنید. کمی دورتر کاپیتن سمیر حسن یار 15 رو دیدید که در خط دفاعی بازی میکنه، این هم یار 20. علی شهنیان در کنار حامد کاویانپور. رمیه جانبیه عموما ایضا لکل الساده المشترکین و غیر المشترکین. دقیقه 38 الحقیقه بطولات ستكون یک چهارم نهایی جام باشگاه های آسیا در غرب آسیا، مسابقاتی که در شهر ریاض در عربستان برگزار میشه. در برنامه گزارش ورزشی و از طریق شبکه جهانی جام جم در خدمت شما همیهنان خارج از کشور هستیم. خب ارتباط رو علی امامی فر قطع میکنه، واگذار میکنه برای مهدی هاشمی نسب. زرباز هاشمی نسب فرصت خوبی تا از راست هادی مهدوی‌کیا حرکت بکنه، نزدیکی‌های خط ارزی موفق میشه توپ رو کنترل بکنه. آیا اجازه سانت کردن به او داده خواهد شد یا خیر؟ خیر، توپ رو بی سمر به بیرون میزنه. خب در این لحظات بایستی یک بازیکن نزدیک بشه و پاس رو به عقب ارسال بشه، اما برشک هادی مهدوی‌کیا ندید اسماعیل حلالی رو که به او نزدیک شد. این هم تعدادی از هممیهنان خوب ما در ورزشگاه ملک فهد در ریاض، البته تعداد کمی بودند که به هر شکل تیم نماینده کشورمون رو تشویق میکنند. افشین پیروانی، مهدی هاشمی نسب، پاس هم ارسال پاس طولی برای ادموند بزیک و این بار خطای احمد اسد. معذرت خواهی هم میکنه از ادموند بزیک. صحنه های زیبایی است روی خطاهایی که انجام میشه. تصویر های سر ملاحظه کردید و حالا با یک ضربه بایستی پیروزی بازی رو آغاز بکنه. زای رحیم به زیر توپ میزنه، افشین پیروانی بر میگرده. خب جناح چپ خط دفاعی پیروزی خالی است.
اما بازیکنی از پلیس عراق هم آنجا نبود. به دقیقه 40 رسیدیم. پایان رفعت. مقابل او خالد صبار خوب کار میکنه. فرصت برای پیروزی گذر میکنه. توپ از نزدیکی های ادموند به زیکی که از فرصت های خوب تیم پیروزی بود. مجددا هادی مهدوی‌کیا از چپ و نهایتا حیدر مجید بازیکن شماره 2 که از جناح راست خط دفاعی به سمت چپ آمده بود و به زیر توپ زد. اسماعیل حلالی، علی انصاریان، علی امامی فر، خود امامی فر ضرب از راه دور و عبور توپ از کنار دروازه پلیس عراق. خب این فرصتی است که پایان رفعت ساخت، اما ملاحظه کردید که ادموند بزیک مقابل دروازه پلیس عراق به توپ نرسید. باز هم زایر رحمی مهدوی که او رو تعقیب میکنه، توی عرض حرکت میکنه. فرصت برای پلیس عراق، ارسال پاس زیبا درون محوطه جریمه و حامد کاویانپور که از گرد راه میرسه و توپ رو در اختیار میگیره. بازیکن خط میانی تیم پیروز حمید استیلی، توپ حمید استیلی رو حیدر مجید به بیرون میزنه. من زمن شوط المباراة الأول والتعادل لا يزال قائم بدون أهداف بين بيروزي الإيراني والشرطة العراقي. علی امامی فر مأمور پرتاب به سود تیم پیروزی هست. بلند در کنج محوطه شش قدم، فرصت برای تیم پیروزی. یک نیم چرخش، یک ضربه و عبور توپ از فضای بالای دروازه. للشباب السعودي وللأندية السعودية في التنظيم خبرة طويلة في هذا المجال. ناجي حمود و اون طرفتر ناصر ابراهیم با بازیکنان دو تیم صحبت میکنن و یاران خودشون رو هدایت میکنن. 14 اسام حمد ساله. ملعوبه اسماعیل حلالی میگیره توپ رو درست در مرکز زمین برای هاشمی نصر. علی شنیان ارتباط رو قطع میکنه برای خالد صبار و عبور توپ از خط طولی زمین در منطقه چپ دفاعی تیم پیروزی. انصاریان برای عابدزاده بیرون از محوطه جریمه، یک بار دیگه واگذار میکنه برای خود انصاریان. افشین پیروانی، علی انصاریان، ارسال بلند توپ. پایان رفعت با سر توپ اثر میگذاره. حمید استیلی به توپ میرسه، از چپ حرکت خودش رو آغاز میکنه. دو بازیکن مقابل او هستند، دخالت میکنن و پرتاب به سود تیم پیروزی است. حمید استیلی رو ملاحظه میکنید، حتما گل او رو هم به خاطر دارید. گل زیبای حمید استیلی رو به تیم ملی ایالات متحده آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه. خب ببین نظر داور چیست؟ کارت زرد عجیب داور ژاپنی خارج شده. اختار رو به بازیکن شماره 17 تیم پلیس عراق داده، یعنی یاسر عبداللطیف. خب بازیکن میتونه مقابل بازیکنی که پرتاب میکنه بایسته، اما پریدن مقابل بازیکن پرتاب کننده کار خطایی است در فوتبال. یاسر عبداللطیف به همین علت اختار رو از داور ژاپنی گرفته. دقیقه 44 نتیجه همچنان بدون گل مساوی است. اگر یک جنبندی رو در نیمه اول داشته باشیم به این نتیجه خواهیم رسید که هر دو تیم پایا پای بازی کردند و هیچ کدام از دو تیم در این نیمه نسبت به تیم حریف برتری محسوسی رو نداشتند. اسماعیل حلالی رو ملاحظه می‌کنی که ضربه زد، خوب هم نزد. یکی دو فرصت پیروزی داشته، یکی دو فرصت هم حدوداً عراقی ها، اما دروازه ها باز نشده.
يتمرن علي رضا امامي. تیم پلیس عراق در فصل گذشته قهرمان کشور عراق بوده، بعد از چند سالی که الزورا این مقام رو به خودش اختصاص داده بود، این بار پلیس به مقام قهرمانی رسیده، البته در فصل گذشته، و حالا در جام باشگاه آسیا حاضر است. پرتاب به سود تیم پیروزی است در دقیقه 45. رمية جانبية قد تكون على شكل من أنصريان على شكل رمية جانبية على شكل ضربة زاوية. علی انصاریان به جناح راست آمده تا پرتاب بلند رو به سود پیروزی در ثانیه های تلف شده نیمه اول انجام بده. خب کاپیتان سمیر حسن با داور صحبت میکنه و معتقد هست که دست او رو بازیکن پیروزی گرفته. کورنر فرمان داور مسابقه هست به سود تیم پیروزی. حالا کورنر رو میزنند. پشت محوطه 6 قدم شلوغ هست. 2, 4, 6, 8, 9 بازیکن از عراق اضافه کنید. هاشم حسن دروازه‌بان این تیم رو با 10 نفر در این لحظات دفاع میکنه تا نیمه اول رو با دروازه بسته به پایان ببره. تصویر هاست رو نگاه کنید، آفساید دو بازیکن پیروزی کاملا مشخص. بازم آقای ناصر ابراهیمی مربی تیم پیروزی و این هم حیدر مجید یار شماره 2 مدافع راست تیم پلیس عراق. 46 دقیقه و 23 ثانیه. يدرب بيروزي الايراني الفريق منطقه راست دفاعی تیم پیروزی 1-2 حرکات نمایشی پاس رو به عقب حالا توی عرض خب در واقع به هم باج ندادن بازیکنان دو تیم در نیمه اول و به نظر میرسه که این نیمه هم بدون گل به پایان خواهد رسید. حمید استیلی صاحب توپ هست به جناح راست. حرکت هادی مهدوی کیا این بار خوب سانچ میکنه اما با اختلاف کمی توپ از روی دروازه پلیس عراق به بیرون میره. یکی دو بار این بازیکن حرکت کرد اما مدافعین عراقی اجازه سانت کردن رو به او ندادن. این بار سانت کرد اما خب ملاحظه کردید که با اختلاف چند سانتی متر توپ او به پشت دروازه رفت. دو دقیقه و 26 ثانیه تا اینجا زمان تلف شده داور محاسبه کرده. پایان رفت تعادل خودش رو از دست میده در درون محوطه جریمه پلیس عراق اما داور بازی رو دنبال کرد. خالد صبار توپ رو به بیرون میزنه. خب یک لحظه هم حتما حراس آقای ناجی حمود مربی پلیس عراق رو در بر گرفت. به نشانه پنالتی لحظه خوب همه فکر کردن که داور در سوت خود خواهد دمید. چهل و هشت دقیقه و 16 ثانیه از بازی سپری شده. آخرین لحظات نیمه اول هست. یک ضربه به سود پیروزی حمید استیلی و در دستان هاشم حسن. نیمه اول بدون گل به پایان میرسه. با فتوحی همیشه شما برنده هستید. فقط با 100 درهم شانس خود را در مسابقه جوائز فتوحی بیازمایید. لباس، کفش، عطر، هدایا، لوازم منزل، اسباب بازی از فتوحی دیدن کنید و در قرعه کشی روزانه ما که شامل لوازم برقی و خانگی است شرکت نمایید. فرصت را غنیمت شمارید و از فتوحی دیدن فرمایید. فتوحی درخشانترین نام در دنیای حرج. توکا، عصاره طبیعی آناناس. توکا، خالص. توکا با ویتامین C. توکا. مع فتوحي انت رابح كل مره.
تسوقوا بمئة درهم واحصلوا على كوبون امسح واربح لتفوزوا بهدايا طورية قيمة، ملابس، أحذية، عطورات، هدايا، أدوات منزلية، ألعاب. تسوقوا لدى فتوحي وادخلوا السحب اليومي على هدايا للأدوات الكهربائية المنزلية. فتوحي، الاسم الأكبر في عالم التخفيضات. انتهزوا الفرصة وزوروا فتوحي. في مدينة دبي كل الطرق تؤدي إلى مركز العين. زوروا الآن مركز العين، مركز التسوق، مجمع كمبيوتر بلازا، مجمع المطاعم العالمية. بالعين نرى آفاقا جديدة في عالم التسوق. أهلا وسهلا بالزوار في مركز العين، وقريبا يكون معكم إسبنس مركز العين. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. بچه ها، کشور ما ایران قهرمانان زیادی داشته. یکی از اونا آرش کمانگیره که وقتی قرار میشه مرز ایران با انداختن تیر مشخص بشه، اون با همه توان و قدرتش تیری پرتاب کرد تا مرز ایران در دورترین جای ممکن تعیین بشه. یا فردوسی، شاعر بزرگ ایران که 1000 سال پیش برای زنده نگه داشتن زبان فارسی کتاب شاهنامه رو نوشته. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. اینم ابوعلی سینا، دانشمند بزرگ ایرانی که باعث شد اسم ایران در جهان علم بدرخشه. البته کشور ما قهرمانان بی‌نام و نشون زیادی داره، مثل هنرمندان قالیبا. بچه ها، این صفحات خالی هم مال شماست. بله، شما عزیزان 6 تا 16 ساله هم میتونین احساس خودتون رو در مورد کشورتون ایران در قالب شعر و قطعه ادبی، قصه و خاطره، نقاشی یا قطعه موسیقی بیان کنین و در مسابقه ایران من شرکت کنین. این مسابقه جایزه هم داره، یادبود مسابقه برای همه و بلیط رفت و برگشت به ایران، نشان طلایی و بسیاری جوایز دیگر برای نفرات برتر هر رشته. پس همین الان دست به کار بشین و چون مهلت ارسال آثار به دلیل استقبال شما از این مسابقه تا 21 بهمن برابر با 10 فوریه تمدید شده، اونها رو به آدرس ایران، تهران، صندوق پستی شماره 15655 خط تیره 191 ارسال کنید. خدا نگهدار. فرصت را غنیمت شمارید و از العین سنتر دیدن نمایید. العین، مرکز خرید، مجتمع کامپیوتر که پلازا، مجتمع رستوران های بین المللی. به زودی راه عبور بین العین سنتر و سوپرمارکت بزرگ اسپینس گشوده می شود. در العین به تمامی مهمانان عزیز خوش آمد می گوید. خب، با سلام مجدد خدمت همیهنان بسیار عزیز و گرامی خارج از کشور. آغاز می‌کنیم گزارش نیمه دوم جدال تیم‌های پیروزی، نماینده جمهوری اسلامی ایران و پلیس نماینده کشور عراق رو در مرحله یک چهارم نهایی جام باشگاه‌های آسیا در سال 2000. خب نیمه اول رو حتما تماشا کردید، یک جدال پایا پای بین بازیکنان دو تیم و نهایتا بسته ماندن دروازه‌های احمد عابدزاده و هاشم حسن، ضمن اینکه تصویر رو استر ملاحظه می‌کنید در ثانیه‌های آغازین بازی و مهند زیدان که برای دومین بار در طول این دیدار آسیب می‌بینه اما به بازی برمی‌گرده. حرکت یاسر عبداللطیف که یک اخطار رو هم گرفته
در نیمه دوم سرخپوشان تیم پیروزی ایران از راست به چپ در تصویر تلویزیونی خواهند زد. ادموند بزیگ در کنار خالد صبار در قلب خط دفاعی پلیس عراق درون محوطه جریمه و توپ در دستان هاشم حسن. خود هاشم حسن بلند ارسال میکنه پشت محوطه جریمه. امامی فر روی توپ اثر میگذاره. حیدر مجید یار شماره دو، خب این بار هم توپ با علی امامی فر این بازیکن برخورد میکنه که در منطقه چپ خط دفاعی به عنوان یک مدافع هافبک بازی میکنه و در تیم ملی کشورمون هم بازیکن ثابتی در این منطقه هست. فرصت عالی برای یاران عراقی و کمی هم شانس اینجا به یاری پیروزی آمد که دروازش در دقیقه سوم از نیمه دوم باز نشد و نهایتاً این ضربه که زده شد و توپ به فضای بالایی دروازه رفت. یاسر عبداللطیف آخرین ضربه رو زد. یک بار در نیمه اول در همان دقایق ابتدایی و حالا یک بار در نیمه دوم در دقیقه سوم یک فرصت خوب رو عراقی ها از دست دادن. در واقع دو فرصت، یکی در نیمه اول و یکی در نیمه دوم، ضمن اینکه پیروزی هم در نیمه اول خب فرصت هایی رو داشت که تبدیل به گل نشد. خب در خط دفاعی بازیکنان پیروزی بایستی با حواسی جمع‌تر بازی بکنن، خطرناک هستن بازیکنان پلیس عراق و فضای خالی اگر نصیب اونها بشه دروازه پیروزی رو با تهدید مواجه خواهند کرد. علی امامی فر خوب کار میکنه، خوب هم ساعت میکنه، یک ضربه سر از پایان رأفت و خب حالا خطر جدی عراق رو اینجا پیروزی جبران میکنه. نگاه کنید این ضربه سر پایان رأفت هست و ادموند بزی که حرکت میکنه و هرگز به توپ نمیرسه. مهند زیدان بایستی از بازی بیرون بیاد و سلمان حسین به جای او در ترکیب تیم پلیس عراق قرار بگیره. اولین تعویض در دیدار پیروزی و پلیس. خب لنگان لنگان حرکت میکنه مهند زیدان تا از بازی بیرون بره و سلمان حسین جایگزین و جانشین او بشه. مرکز زمین بازیکنان پلیس عراق 20 در مساف با 10، علی شنیان مقابل ادموند بزیک. پتا به سود پلیس هست با بازیکن شماره 18 احمد اسد، ضمن که تصویر ناجی حمود مربی پلیس عراق رو باز هم لحظاتی ملاحظه کردید. علی شنیان بر میگرده، پتا با هادی مهدوی کیا، خطای خالد صبار. پیروزی از مرکز زمین در جناح راست بایستی بازی رو آغاز بکنه. ارسال بلند توپ، فرصت باز هم برای پیروزی، ضربه سر پایانه رأفت و درازکش هاشم حسن توپ رو در اختیار میگیره. خب دو بار دروازه پلیس عراق در آغاز نیمه دوم تهدید شد، البته پس از خطر بسیار جدی عراقی ها در دقیقه 48 یا سوم از نیمه دوم. خب نوید یک بازی زیباتر در نیمه دوم رو دادن بازیکنان هر دو تیم با خطرهایی که مقابل دروازه ها ایجاد کردند. افشین پیروانی کنارهای خط طولی، ضربه با پای راست، پایان رفعت خوب کار میکنه. اسماعیل حلالی باز هم فرصت و خطای واضحه. پایان رفعت
که یک اخطار رو به نظر میرسه داور ژاپنی به او بده. بله هاشم حسن ناراحت هست، لحظه هم دیدید که عصبانی شد و اعتراض کرد به پایان رفت. البته قصدی در کار نبود، اما اخطار رو داور به درستی به او داد. تصویر هایست رو نگاه کنید، توپ در اختیار هاشم حسن کاملا قرار گرفته که پایان رفت این چنین او رو سرنگون میکنه. خب دروازه‌بان در ورزش فوتبال از حاشیه امنیت بالایی برخوردار هست و به هیچ وجه بازیکنان حریف نبایستی به ویژه در زمانی که دروازه‌بان توپ رو کاملا در اختیار میگیره او رو شارژ بکنه. بازیکنان ذخیره پیروزی رو ملاحظه میکنی، بهنام سراج، علی باقمیشه، حسین عبدی و یکی دو بازیکن دیگر که مشغول گرم کردن خودشون هستن. علی انصاریان مدافع جلوزن سمت چپ پیروزی رو ملاحظه کردی که از کردن به جای رهبری فر امروز در ترکیب اصلی تیم پیروزی بازی کرده. رهبری فر از این دیدار محروم هست. حامد کاویانپور به توپ نمیرسه، داور بازی رو متوقف کرده. خطای بازیکن شماره 14 اسام حمد سالم به وسیله داور اعلام شده و یک ضربه به سود تیم پیروزی بایستی زده بشه. داوری خوبی رو از داور ژاپنی دیدیم. خب در مساف با تیم‌های عربی اگر داوران عرب بازی‌های ما رو قضاوت نکنن مسلماً ما راضی‌تر خواهیم بود، چه در رده باشگاهی چه در رده تیم ملی. باز هم فرصت، باز هم ارسال توپ پشت محوطه 6 قدم و آمادگی هاشم حسن. الفريق ايضا الشوط العراقي لا يزال على طريقه المدرب في شوط المباراه الاول 3-5-2، لكن واضح انه في يعني من بدايه الدقائق نهم از نیمه دوم رو تماشاگر هستید. مهدی هاشمی نسب این بار برای پیروزی پرتاب میکنه. خطا روی هادی مهدوی کیا. اسماعیل حلالی توپ رو تحویل میگیره تا ارسال بکنه. خطای علی زید بازیکن شماره 7 رو داور اعلام کرده. پایان رفت، بازیکن سرزن در درون محوطه جریمه حضور داره. حالا باز هم ارسال میکنم، باز هم فرصت برای پیروزی و ادموند بزیک که این بار هم توپ در چارچوب دروازه پلیس عراق جای نمیگیره. افسوس ناصر ابراهیمی رو ملاحظه کردید، حرکت ادموند بزیک به سمت میانه میدان و حالا ضربه از سوی هاشم حسن. خب به خوبی خطر جدی پلیس عراق در دقیقه سوم رو یاران پیروزی با سه بار تهدید کردن جدی دروازه پلیس دادند. پاسخ یک خطر با سه خطر جدی داده شد، اما هنوز دروازه‌های دو تیم بسته هست. خب نتیجه تساوی نتیجه چندان خوبی برای تیم پیروزی نخواهد بود، به جهت اینکه تیم پلیس عراق هم اگر با پیروزی به تساوی برسه با هر نتیجه در این دیدار مدعی صعود خواهد بود. از کردم الهلال عربستان قبل از این دیدار 2-0 ارتش پاولودار از قزاقستان رو شکست داده با 3 امتیاز و تفاضل گل به اضافه 2 تا اینجا در صدر جدول قرار گرفته. اگر این دو تیم با هم مساوی بکنن هر دو مدعی صعود خواهند بود و ارتش پاولودار قزاقستان با امید کمتری دو مسابقه دیگر خودش رو برگزار خواهد کرد. باز هم فرصت درون محوطه جریمه برای ادموند بزی که تک و تنها حرکت کرده. کاپیتان سمیر حسن کاظم ارسال بلند توپ و به راحتی این بار هم توپ در دستان هاشم حسن قرار میگیره.
باز هم فرصت و این بار هادی مهدوی کیا که ضربه خودش رو میزنه، اما توپ در چارچوب دروازه جای نمیگیره. با پیروزی در این نیمه به واقع بهتر است پلیس عراق بازی کرده تا اینجای کار. ارسال بلند ضربه کورنر، دخالت مهدی هاشمی نسب که به جلوتر آمده، پشت به دروازه حمید استیلی، یک ضربه پرقدرت از حامد کاویانپور و عبور توپ با فاصله کمتر از یک متر از کنار دیرک عمودی دروازه پلیس عراق. در این دقایق به توپ بستن دروازه پلیس عراق رو یاران پیروزی، اما دروازه تا اینجا باز نشده. تصویر رو استر ملاحظه میکنید و ضربه حامد کاویانپور رو. خب باز هم یکی از بازیکنان تیم پلیس عراق آسیب دیده و مراقبت‌های لازم از او به عمل میاد در درون زمین، که خب نبایستی داور این اجازه رو بده. به هر شکل بازی متوقف هست. یاره شماره 4 خالد صبار هست که بهترین مدافع تیم پلیس عراق تا اینجا هم او بوده. از بازی او رو بیرون میبرن، اما به نظر نمیرسه که آسیب دیدگی او جدی باشه و امیدواریم که به بازی هم برگرده. خطا به سود تیم پلیس عراق هست. یار شماره 8 سلمان حسین رو ملاحظه کردید که به جای مهند زیدان در نیمه دوم به بازی آمده. سمیر حسن کاظم و عبور توپ از خط عرضی زمین. خب دو بار دروازه احمد عابدزاده با تهدید جدی مواجه شد که در هر دو بار با دخالت این دروازه‌بان و مدافعین پیروزی قائل خاتمه یافت. در نیمه دوم هم پیروزی 3-4 موقعیت خوب رو داشته که هیچ کدام تبدیل به گل نشده. امامی فر بلند برای پایان رفعت به اون نمیرسه. یاسر عبداللطیف پتا به سود پیروزی دستور داور هست. حامد کاویانپور نگه میداره، توی عرض حرکت میکنه، بازی رو به جناح راست میبره برای هادی مهدوی کیا، بازیکن تند و تیز و سریع تیم پیروزی. اسماعیل حلالی، افشین پیروانی، ضربه سر از سوی علی امامی فر، جای او هم خالی است. حامد کاویانپور یک بار دیگه دخالت میکنه، داور فرمان دنبال کردن بازی رو این بار هم صادر میکنه. کار خوب از یار شماره 2 حیدر مجید اضافی هست دیگه. کار او و توپ مدافع راست پلیس عراق رو یک لحظه بازیکنان ما گرفتن. مجددا عراق با احسان حمد سالم، پاس مورب علی انصاریان برمیگردونه، علی امامی فر به توپ میرسه، یار 13 زایر رحیم سایه به سایه او حرکت میکرد، حالا حمید استیلی و خطای مسلم خالد صبار که میتونه در این صحنه یک کارت زرد رو بگیره. تصویر هایستر ملاحظه کردید، ببینیم نظر داور ژاپنی چیست. بله کارت زرد در دست اوست و یک اخطار رو حالا خالد صبار میگیره. خب باز هم در خصوص قضاوت من عرض بکنم که یک قضاوت خوب و بی گفتگو رو داور ژاپنی تا اینجا که دقیقه 16 همه نیمه دوم هست انجام داده. قضاوت عادلانه ای رو از او تا اینجا دیدیم. باز هم فرصت برای پیروزی. نزدیکی های نقطه پنالتی پشت محوطه 6 قدم دور میکنن بازیکنان پلیس عراق. حرکت زایر رحیم بازیکن شماره 13 خطا نیست. علی امامی فر توپ رو گرفته، تک و تنها در سمت چپ حرکت میکنه، خوب سانت میکنه. فرصت باز هم برای پیروزی و این بازیکن علی باق میشه که به نظر میرسه به جای ادموند بزیک به بازی آمده و دوربین های تلویزیونی تعویض رو
به معرض نمایش نگذاشتن. حامد کاویانپور، حمید استیلی، ضربه با پای چپ. به جای که هیچ کدام از بازیکنان ما حضور ندارن، علی امامی فر هم حرکت نمی کنه و نهایتاً از کنار دروازه پلیس بازی بایستی آغاز بشه. خالد صبار رو هم ملاحظه می کنید که دیگر بازیکن اختیاری این دیدار هست. پایان رفت از تیم پیروزی اختار گرفته و سه بازیکن از پلیس عراق. اسماعیل حلالی، پیروزی در نیمه دوم راه افتاده و به مراتب بهتر از نیمه اول بازی کرده. خطا روی حمید استیلی. خب استیلی اعتراض میکنه و معتقد هست که بازیکن حریف بایستی اخطار بگیره. این بار داور اخطار نمیده به بازیکن عراقی. علی انصاریان و حمید استیلی پشت توپ هستند. بازی آغاز میشه. درون محوطه جریمه ضربه سر از کاپیتن سمیر کاظم و بردن بازی به جناح چپ با علی شنیان. خب به عقب رانده تیم پلیس عراق رو پیروزی نماینده کشورمون. خب بازی زیبا و ایجاد خطر یک مسئله هست، اما گلزنی در فوتبال مسئله دیگر که تا اینجا پیروزی موفق نشده. ببینید در نیمه دوم روی یورش های مکرر خودش دروازه تیم پلیس عراق رو باز میکنه. خب آفساید رو ملاحظه کردید از یاسر عبداللطیف. بازی آغاز میشه. یک باری که توپ در اختیار بازیکنان عراقی است که امامی فر با کمک حامد کاویانپور توپ رو میگیره. استیلی روی توپ اثر میگذاره. علی شنیان برای حیدر مجید. لو میره توپ مجید. فرصت برای پایان رفت. درون محوطه جریمه زاویه بسته میشه. سانت میکنه. خوب هم سانت میکنه. اما حمید استیلی 2-3 متر از خط دروازه دور بود. یک لحظه هم توپ از دستان هاشم حسن جدا شد. استیلی خب این سانت زیبای رعفت هست با پای چپ و نهایتاً خالد صبار یار شماره 4 که قبل از حمید استیلی توپ رو دور میکنه. کورنر بازم با اسماعیل حلالی بسیار بلند. دقیقه 20 از نیمه دوم، 65 دقیقه جدال پلیس عراق و پیروزی ایران هست. 1/4 نهایی جام باشگاه های آسیا در ریاض در کشور عربستان. دو تیم در عدد 0 مساوی هستند. افشین پیروانی به عنوان آخرین مدافع تیم پیروزی تا اینجا خوب کار کرده. حمید استیلی کنارهای خط طولی زمین. سمیر کاظم کاپیتان تیم پلیس عراق که او هم زحمت زیادی برای تیمش کشیده در کنار این بازیکن در خط دفاعی یعنی خالد صبار. خب از چند متر جلوتر یک بار دیگه بازیکنان تیم پلیس عراق بایستی پرتاب بکنند. باز هم صبار، خالد صبار، سلمان حسین اداره میکنن بازیکنان پیروزی او رو، اما همچنان توپ در اختیار یاران پلیس عراق هست. اسماعیل حلالی از پیروزی، هادی مهدوی کیا ارسال بلند توپ. خطای هند از علی باغ میشه مشخص بود. خب علی باغ میشه با توجه به خصوصیاتی که از او سراغ داریم یعنی سرعت به بازی آمده تا شاید با استفاده از سرعت او پیروزی به گل برسه. خب آفساید رو ملاحظه میکنید. مهدی هاشمی نسب آغازگر بازی است. کمتر
نفوذ کرده مهدی هاشمی نصر، در واقع شاید آقای علی پروین این اجازه رو به او نداده. در بازی های داخلی در لیگ کشور او اکثرا به جلوتر حرکت میکنه و در شرایطی که مدافع تیم پیروزی است در پایان اولین دیدار از نیم فصل دوم او 6 گل رو به ثمر رسانده، یعنی بیش از 2 مهاجم تیم پیروزی پایان رفعت و بهنام سراج که هر کدام 5 گل رو زده. اما عرض کردم در این مسابقه آقای علی پروین به او اجازه نفوذ رو نداده یا در معدود صحنه های او اجازه داره تا به جلوتر حرکت بکنه. سه بازیکن پیروزی در محاصره 8 بازیکن پلیس عراق. کرنر دیگری که اسماعیل حلالی میزنه، باز هم بلند به بعد از تیر 2 و در دستان هاشم حسن. تکل صحیح از کاویانپور، امامی فر، ارسال بلند تو پایان رفعت، باز هم توپ به اون نمیرسه و خالد صبار این بار هم توپ رو دور میکنه. علی شنیان به سود تیم پلیس عراق توپ به بیرون میره. افشین پیروانی بود که توپ رو به بیرون زد. ملاحظه میکنید البته نام او محمد علی پیروانی است، اما مشهور به افشین. علی انصاریان، باز هم انصاریان. ملاحظه میکنید بازیکن بسیار پر جنب و جوش و پرتلاشی است. فرصت برای یارانه پلیس عراق و عبور توپ از کنار دروازه احمد عابدزاده. 24مین دقیقه نیمه دوم رو نظاره‌گر هستید. بیست علی شنیان نزدیک محل پرتاب هست. هادی مهدوی کیا پرتاب رو به سود تیم پیروزی انجام میده. علی باق میشه با سینه توپ رو کنترل میکنه اما موفق نمیشه به چرخه و به سمت دروازه حریف حرکت بکنه. سمیر کاظم بلند، علی انصاریان حاضر آماده هست برای علی امامی فر، حامد کاویانپور در بین 3 بازیکن خط میانی تیم پیروزی یعنی اسماعیل حلالی، حمید استیلی و حامد کاویانپور. کاویانپور شاید بهترین بازیکن بوده تا این لحظه. حمید استیلی ارسال پاس عرضی در دایره میانی برای مهدی هاشمی نسب. حالا چنگامی از خط میانی عبور میکنه. هادی مهدوی کیا، علی باق میشه، خوب نظر کمک داور. ضربه دروازه به سود تیم پلیس عراق است. سلمان حسین در کنار علی انصاریان در مرکز خط دفاعی پیروزی. فرود توپ در مرکز زمین، دخالت اسماعیل حلالی، حرکت علی باق میشه که این بار هم صاحب توپ نمیشه. هادی مهدوی کیا، حامد کاویانپور کناره های محوطه جریمه و ضربه سر حیدر مجید. ظهیر الایمن حیدر مجید او علی زید. خب جریان دیدار تیم‌های پیروزی و پلیس عراق رو ملاحظه می‌کنید که به صورت کامل از طریق برنامه گزارش ورزشی تقدیم شما همیهنان خوب و گرانقدر خارج از کشور میشه. کرنر رو این بار کوتاه میزنه حمید استیلی مقابل تیر نزدیک، اما باز هم بی‌ثمر و بی‌حاصل هست برای تیم پیروزی. اسماعیل حلالی، حامد کاویانپور، باز هم حلالی،
امامی فرهم آنجاست. على الصدر ملعوبه. مجددا کاویان پور به فضای خالی در جناح راست، حرکت محتوی کیا، ضربه با پای راست که این بار هم توپ رو به پشت دروازه پلیس عراق فرستاده. خب در مسابقات داخلی این بازیکن بسیار خوب حرکت میکنه، از جناح راست بسیار خوب هم توپ ها رو روی دروازه سانچ میکنه، اما شاید با توجه به اهمیت این دیدار که جنبه بین المللی هم داره، هادی مهدوی کیا آنطور که باید و شاید نتوانسته با توجه به جوانی او در این دیدار ظاهر بشه. علی شنیان به جناح چپ میبره بازی رو. حرکت بازیکن شماره 7 علی زید، مهدوی کیا در کنار اوست، داور بازی رو دنبال میکنه. حامد کاویان پور، حمید استیلی. خب از علی کریمی تا اینجا که آقای علی پروین استفاده نکرد، روی نیمکت ذخیره ها نشسته. بعد از پایان دوران محرومیت او از کردم در این مسابقات اجازه استفاده از او داده شده. البته از شرایط مسابقه علی کریمی دور هست. علی انصاریان سانچ میکنه درست در دستان هاشم حسن. خود هاشم حسن میزنه، خوب اسکورت میکنه توپ رو. هادی مهدوی کیا تا توپ به بیرون بره. خود او مأمور پرتاب هست. اسماعیل حلالی، دخالت یار 14 اسام حمد سالم، باز هم خود حلالی. برای کدام بازیکن؟ هیچ کدام از بازیکنان سرخپوش تیم پیروزی در محوطه جریمه حضور نداشتن و توپ این بار هم به هاشم حسن رسید، زمینی که تصویر یار 18 احمد رو ملزه کردید، احمد اسد. خود او به توپ ضربه میزنه. دخالت علی انصاریان که اصلا باج نداده در مرکز خط دفاعی تیم پیروزی. علی امامی فر، اسماعیل حلالی، خود امامی فر حرکت میکنه. حامد کاویانپور هم پا به توپ در کنار اوست. و این بار هم هیدر مجید هست که توپ رو به بیرون میزنه. خب یکی از نفرات شاخص درون زمین داور ژاپنی بوده، با توپ بازی نمیکنه، اما قضاوت او قضاوت بسیار خوبی است که از کدام شاید شاخص ترین چهره درون زمین داور ژاپنی بوده تا اینجا. افشین پیروانی رو ملاحظه میکنید، آخرین مدافع تیم پیروزی که جلوتر از او مهدی هاشمی نسب و این بازیکن علی انصاریان او رو یاری کردند. حیدر مجید برای 8 سلمان حسین، حمید استیلی میگیره. پاس اشتباه، اما داور بازی رو متوقف کرده. خطا به سود تیم پیروزی است. این تصویر آیسته بود که ملاحظه کردید، لحظه خطا در دقیقه 31 البته از نیمه دوم. افشین پیروانی به جایی میفرسته که باز هم هیچ کدام از بازیکنان پیروزی حضور ندارند. حیدر مجید مأمور پرتاب هست، زمینی که تصویر رأفت رو در کنار خالد صبار دیدید. حامد کاویان پور، علی انصاریان، افشین پیروانی. پایان رأفت با سر توپ اثر میگذاره. حمید استیلی به توپ نمیرسه، روی پاس علی امامی فر و پرتاب به سود تیم پلیس عراق هست.
خالد صبار مأمور پرتاب، تصویر حمید استیلی و عبداللطیف، دخالت علی انصاریان در کنار علی امامی فر. طبعا فيه هدوء في خلال الربع ساعه الاخيره. دو بعد دستور میده تا یاران پلیس عراق با پرتاب بازی را آغاز بکنند. باز هم خالد صبار مطابق معمول پرتاب ها را از سمت راست خط دفاعی برای تیمش انجام میده. حامد کاویانپور بر میگرده، ناراحت هست. حمید استیلی در درگیری با حیدر مجید. پایان رفعت و خالد صبار که این بار هم دور میکنه مجددا. خود رفعت میگیره توپ او رو، سلمان حسین واگذار میکنه، خودش حرکت میکنه. علی زید بازیکن شماره 7، فرصت برای یاران پلیس عراق پشت محوطه جریمه، بردن بازی به جناح راست. علی انصاریان با تعصب مثال زدنی، این لحظه است که حمید استیلی در جدال با حیدر مجید آسیب دید. وبيروزي الإيراني في أول أيام تصفيات غرب آسيا. خب نام علي انصاريان رو روی تصویر حمید استیلی دیدید. علي امامی فر حرکت میکنه، اجازه کار مفید رو به بازیکن عراق نمیده. داور بازی رو دنبال میکنه. 18 احمد اسد و باز هم علي انصاريان و باز هم علي انصاريان. يعني سنشاهد خطا به سود تیم پیروزی است. خطا روی علی باق میشه. تصویر را ملاحظه کردید، خطای 18 علی اسد. همچنان در کنار علی باق میشه علی اسد حرکت میکنه. حامد کاویانپور و این بار هم در دستان بلند هاشم حسن توپ قرار میگیره. خب این تیم پلیس عراق میتونه برای ارتش پاولودار قزاقستان و حتی الهلال عربستان هم ایجاد مشکل بکنه. تیم خوبی است و پایاپای با تیم پیروزی بازی کرده. البته در نیمه اول پایاپای جنگیده، اما در نیمه دوم تیم پیروزی تیم برتر میدان بوده و موقعیت‌های بسیار بیشتری از پلیس عراق را هم داشته که هیچ کدام تبدیل به گل نشده. علی زید ارتباط رو قطع میکنند. دوباره در نزدیک صحنه حضور داشت، فرمان دنبال کردن بازی رو این بار هم صادر کرد. افشین پیروانی برمیگردونه مرکز زمین. اسماعیل هلالی بازی رو به جناح چپ میبره. حرکت علی باق میشه، و تصویر آقای یوردانسکو رو هم لحظاتی دیدید، سرمربی اسبق تیم ملی رومانی که رهبری تیم الهلال عربستان رو پذیرفته و حالا در ورزشگاه مانده بعد از پایان دیدار الهلال و پاولودار قزاقستان تا جدال دو حریف دیگر رو از نزدیک ببینه. پیروزی و پلیس عراق رو. کار تماشایی از حامد کاویانپور رو دیدید، حرکت پا به توپ او که در انتها اضافی بود، بایستی توپ رو پاس میداد بعد از کار تماشایی که انجام داد. یاسر عبداللطیف بازیکن شماره 17 واگذار میکنه، خودش حرکت میکنه. 13 زایر رحیم، این بار هم علی انصاریان توپ رو میگیره. حمید استیلی پایان رفعت پشت به دروازه حریف. علی باق میشه تنها هست، میگیرن توپ رو. ونتمنى ايضا ان نواصل مع حضراتكم من خلال فريق عمل متكامل سواء
الكثير من الزملاء في الاستوديو. پرتاب علی امامی فر بایستی انجام بشه به سود تیم پیروزی. پرتابی بلند پایان رفت روی توپ اثر میگذاره، دخالت علی باغ میشه و همچنان پرتعداد در خط دفاعی یاران سفیدپوش پلیس عراق. باز هم فرصت برای پیروزی. علی باغ میشه، کار خاصی از او ندیدیم در دقایقی که به جای ادموند بزیک در ترکیب تیم پیروزی قرار گرفته. خطای هادی مهدوی‌کیا به نظر میرسید، داور این چنین نظری رو نداره. فرصت برای پیروزی پشت محوطه شش قدم این بار هم ایجاد میشه و پایان رفت که معترض هست به داور و معتقد هست که روی او خطا انجام دادن بازیکنان پلیس عراق. یاد شماره دو حیدر مجید با او درگیر بود. الشرطة العراقي 36 دقيقة من زمن شوط المباراة الثاني بيروزي الإيراني والشرطة العراقي. تعویض برای تیم پلیس عراق، بازیکن شماره 23 در کنار زمین مترصد خروج علی زید بازیکن شماره 7 است. نام بازیکن شماره 23 خلف صباح است. علی زید خرج ولعب مكانه 23. خب اینجا تعویض انجام میشه، خلف صباح به جای علی زید به بازی میاد. افشین پیروانی، احمد آبدزاده، کمتر آبدزاده رو در این نیمه دیدیم به جهت اینکه بازی در اختیار بازیکنان پیروزی بوده. کمتر از 8 دقیقه تا پایان وقت معمول نیمه دوم فرصت باقی است که همچنان دروازه احمد عابدزاده و هاشم حسن بسته مانده. خلف صباح رو دیدید و نام او رو یار 23 که به جای علی زید به بازی آمد. حرکت بازیکنان پلیس عراق پشت محوطه جریمه. یک ضربه از بازیکن شماره 13 زایر رحیم و عبرتو با اختلاف زیادی از کنار دروازه پیروزی ایران. صحت حارس المرمى الايراني من تسديده من عباس رحيم. خب تصویر علی کریمی رو ملاحظه میکنی که در مورد او صحبت کردم، حدود 7 دقیقه کمتر از 7 دقیقه های علی پروین به او فرصت میده تا در ترکیب تیم پیروزی قرار بگیره. حمید استیل رو ملاحظه میکنید که از ترکیب تیمش خارج میشه و بایستی ببینیم که علی کریمی در این دقایق کوتاه چه خواهد کرد، هرچند که فرصت زیادی برای او باقی نیست. فرصت برای بازیکنان پلیس عراق، یک ضربه با پای چپ، نبایستی اجازه بدن تا این چنین راحت بازیکن حریف به توپ ضربه بزنه. خب توپ در چارچوب دروازه نبود. ضربه از علی انصاریان، فرصت زایر رحیم رو دیدید و ضربه سرزر با روی پای چپ رو. خطا به سود پیروزی است. خطا یاسر عبداللطیف. یتعامل ایضا او ربما یکون حساسیته مع المباريات و مع الكره. 6 دقائق علی انصاریان مأمور زدن ضربه هست. تصویر علی امامی فر رو دیدید که اکثرا از سمت چپ حرکت کرده. فرصت برای پیروزی، دفع توپ از سوی هاشم حسن که چند گام هم به جلوتر آمده بود. یک بار دیگه از جناح راست با هادی مهدوی‌کیا بردن بازی به جناح راست، ارسال از سوی اسماعیل حلالی، حالا هادی مهدوی‌کیا و به نظر میسه که عراقی‌ها در این دقایق دیگه به تساوی راضی هستند، هرچند که ضد حملات اونها گهگاه خطرساز بوده. علی کریمی توپ رو دنبال میکنه تا به بیرون بره. این هم بازیکن شماره 19 حمزه از پلیس عراق هست که به جای زایر رحیم بایستی در ترکیب تیم پلیس عراق قرار بگیره. عباس رحیم خارج و لاعب 19 مکانه اللي هو ارکان محمود. اذن ارکان محمود زایر رحیم از بازی در این لحظه خارج میشه و حمزه بازیکن شماره 19
به جای او به بازی بیاد. باز هم حرکت پیروزی از جناح چپ درون محوطه جریمه. علی کریمی است که حرکت میکنه. کورنر حاصل تلاش علی کریمی است. ضربه رو هم سمیر کاظم زد. علي كريمي واحد ايضا من لاعبي المنتخب الايراني وضربه زاويه لبيروز الايراني وضربه زاويه اسماعیل حلالی کورنر رو میزنه. خب همه کورنرهاشو بلند زده. ضربه سر از علی انصاریان دخالت میکنه. علی شنیان میگیره توپ انصاریان رو. جای انصاریان هم خالی است. حمزه بازیکن تازه وارد ارسال بلند توپ. احمد عابدزاده قبل از همه در درون محوطه جریمه به توپ میرسه. مهدی هاشمی نصب رو این بار به خطا متوقف میکنن بازیکنان تیم پلیس عراق و باز هم یک ضربه به سود تیم پیروزی است که خود هاشمی نصب خواهد زد. پایان رفع در خط حمله متلاصد رسیدن توپ هست. روی توپ اثر میگذاره. علی باغمیشه رو این بار هم در درون محوطه جریمه مدافعین پلیس عراق اداره میکنه. اصلا کار مفیدی از علی باغمیشه در این دیدار ندیدیم. افشین پیروانی ارتباط رو قطع میکنه. اسماعیل حلالی و عبور توپ از کنار دروازه پلیس عراق روی ضربه سری که زده شد. باز هم نام علی پروین روی تصویر ناصر ابراهیمی. این تصویر آقای علی پروین هست در کنار آقای محمود خوربین سرمربی و سرپرست تیم پیروزی. کمی آن طرفتر ناصر محمدخانی و خب مشخص نیست که از این نتیجه رهبران تیم پیروزی راضی هستن یا خیر. از کردم نتیجه چندان خوبی نیست به جهت اینکه حالا پلیس عراق هم مدعی صعود هست با تساوی که در مقابل قهرمان کشورمون در سال گذشته یعنی پیروزی گرفته. خطای اسماعیل حلالی تصویر را استر ملاحظه کردید. خطای حلالی رو در مساف با حمزه. خب انصاریان این بار موفق نمیشه به توپ ضربه بزنه اما توپ در اختیار احمد عابدزاده قرار میگیره که با دست بلافاصله پرتاب میکنه اما تحویل یار 23 خلف صباح داد توپ رو. یاسر عبداللطیف فرصت برای عراقی ها و ضربه سر بازیکن شماره 8 سلمان حسین. چیزی نمانده بود که در دقیقه 90 دروازه تیم پیروزی باز بشه. از کردم بایستی مواظب ضد حملات یاران پلیس عراق باشند به ویژه در خط دفاعی مدافعین تیم پیروزی. تصویر آیستر ملاحظه کردید. پشت مدافعین ما به توپ رسید بازیکن شماره 8 سلمان حسین. آقای ناجی حمود مربی عراق رو ملاحظه کردید و تصویر آیسته که جدال یار 19 با اسماعیل حلالی بود. حمزه 59 و اینجا 45 دقیقه تمام هست. 3 دقیقه هم زمان تلف شده نیمه دوم هست. ارسال بلند توپ اما هاشم حسن این بار هم در فضای محوطه جریمه بازیکن شاخصی است. حامد کاویانپور پایان رفعت. علی کریمی دو بازیکن مقابل او بودن و توپ او رو دیدید که چگونه گرفتند. علی انصاریان خطا به سود تیم پیروزی. خب پیروزی دومین بازی خودش رو زمین که تصویر آیسته خطا روی علی انصاریان رو ملاحظه کردید به وسیله سلمان حسین حالا ضربه رو خود انصاریان میزنه و حاکم محوطه جریمه تیم پلیس عراق باز هم هاشم حسن هست.
تیم پیروزی در بازی بعدی بایستی با ارتش پاولودار قزاقستان بازی بکنه و در آخرین بازی یک چهارم نهایی جام باشگاه آسیا در منطقه غرب آسیا با میزبان این دور از مسابقات غرب آسیا یعنی الهلال عربستان. خب تکرار میشه جهش موفق هاشم حسن در درون محوطه جریمه. عموما ايضا بيرواني من بيروز الايراني ومجموعه والحكم الياباني 46 دقيقه و 44 ثانيه تطلع الى حلالي اللي لا يزال يركض حتى خادی مهدوی کیا ضربه با پای راست درون محوطه جریمه این بار هم سمیر کاظم دور میکنه الى رمي جانبي. خب هرچند گلی رو نظارگر نبودید شما علاقمندان به فوتبال در خارج از کشور همیهنان خوب ما، اما بازی سریع و پر افت و خیزی رو تماشا کردید. باز هم خطا به سود تیم پیروزی هست. 3 دقیقه زمان تلف شده نیمه دوم هست، دقیقا 48 دقیقه بایستی داور ژاپنی نیمه دوم رو محاسبه بکنه. 47 دقیقه و 33 34 و 35 ثانیه اسماعیل حلالی آخرین شانس های پیروزی، فرصت برای تیم پیروزی در درون محوطه جریمه که این بار هم دور میکنن یاران عراق. هادی مهدوی کیا، اسماعیل حلالی، خود حلالی ضربه با پای راست در کنج محوطه جریمه. بازیکنان خط دفاعی پلیس عراق این بار هم موفق میشن توپ رو دور بکنن. 48 دقیقه هم تمام شده. احمد عابدزاده توپ رو مشایعت میکنه تا به بیرون بره و نهایتا پایان این دیدار با نتیجه 0-0 مساوی. تا دیداری دیگر همه شما علاقمندان به فوتبال و همیهنان خارج از کشور رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و پیروز و سربلند باشید. پایانی یک بازی شایسته، یک بازی بسیار خوب و مقتدرانه حاصل کار سفیدپوشان پر افتخار جمهوری اسلامی ایران هست تا این لحظه. انشالله تا پایان بازی هم حفظ بشه. تو به تیر دروازه ما میخوره. بهزاد غلامپور بایستی آماده تر باشه، حرکت کرد ولی به نظر میاد که توپش مثلا به آوت میره. یه لحظه بی تفاوت درست در آخرین سانتیمترها قرار بگیره. نگاه بکنید اینجا به نظر اومد که توپش رو به خیال اینکه به آوت میره مشت نکرد، توپ به تیر دروازه ما برخورد کرد. یه خطر همچین از بیغ گوش ما گذشت. خب لحظات بسیار حساسی رو خدمت شما بینندگان عزیز گزارش میکنم. اون طرف ورزشگاه هم یه ورزشگاه دیگری است که خب تماشاگر به لحاظ میزبانی تایلندی ها در اون بسیار زیاد هست. تایلند تا این لحظه 1-0 کره جنوبی رو برده و اینجا هم تیم ملی ما مقتدرانه و بسیار مردونه و محکم، این رو با همه وجودم هم میگم، چون این مردانگی و اقتدار رو شما تو حرکت بازیکنان ما خوب میبینید. اینم میگن سومین گل درست همون لحظه‌ای که از اقتدار، اعتبار و مقتدرانه بودن بازی تیم ملی صحبت میکردم، علی دایی خودش رو 2 گله کرد و ما رو 3 گله. اینو میگن اقتدار عمل یک تیم فوتبال، یک برد بدون حرف و بس و بسیار محکم. برو کلا به بچهای تیم ملی فوتبال ما همگی، چه اونا که بازی کردن، چه اونا که روی نیمکت ذخیره هستن و چه اونا که هدایت تیم رو بر عهده دارن، همه خوب و عالی و دیدنی کار کردن. باره کلا به علی دایی که حالا پاش به گلزنی به رسم معمول خودش باز شده. چهره خندان دایی و برتری 3-0 دیگه. مطمئن باشید انشالله به یاری خدای بزرگ این تیم ما برتر این میدان خواهد بود. این ازبک تیمی نیست که بتواند 3 گل رو تو این 2 دقیقه آخر کار جبران بکنه، مگر از اون حوادث نادر در فوتبال اتفاق بیفته. تیم ملی جمهوری اسلامی ایران 3 ازبکستان 0. حمید استیلی صاحب توپ
یک پاس بلند این طرف میدان برای داریوش یزدانی. خود یزدانی است که میتواند ازبکستان رو و دروازش رو گلبارون بکنه. فرصت برای کریم باقری، دور میزنه، حالا بچه ها صاحب توپ هستن، فرصت برای کریم و کریم هست و ضربه‌ای که میرفت دروازه تیم ازبکستان رو برای چهارمین بار باز بکنه. خب میخنده. حالا دوستان اشاره میکنن بازی کره و تایلند 1-1 شده، یعنی کره جنوبی برتری تایلند رو از بین برده، اما این ازبکستان دیگه محاله که برتری تیم‌ها رو از بین ببره. کریم باقری به راحتی میتونه چهارمین گل ما رو به ثمر برسونه. حالا بچه‌های ما میره که دروازه رو باز بکنن. ایران 4 ازبکستان 0. علی دایی و تیم ملی فوتبال ما یک بازی هماهنگ. در تیم فوتبال یه بازیکن گل میزنه، اما مطمئن باشید حتی اون نفری هم که روی صندلی ذخیره نشسته در به ثمر رسوندن اون گل موثره. یک بازیکن با آرامش وقتی بلند میشه که میدونه روی نیمکت ذخیره هاش بازیکنان شایسته زیادی هم هستن. مهدوی کیا این بار توپ رو خوب فرستاد، کاری که از اول بایستی انجام میداد. علی دایی ضربه سر و کریم باقری و شادی تیم. نگاه بکنید توپی که به زمین بخوره مهارش برای دروازه‌بان صد چندان مشکل تر میشه. تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران 4 ازبکستان 0 و دست گل شادی زیبا و باشکوه دایی و مهدوی کیا که نمونه ای از شادمانی کل مردم خوب ما در کشور اسلامی ما هست. کریم باقری مرد و مردونه تا این لحظه ایستاد و علیرضا منصوریان در این لحظه به بازی آمد. خب 4-0 پیروزی رو من به تمامی شما بینندگان عزیز تبریک میگم. خدمتتون عرض کردم چندی بار، اما برای چندمین بارم اگه تکرار بکنم کار عبثی نیست. به نظر من تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران امروز با اعتبار و اقتدار بازی کرد و در واقع یک نتیجه خوب 4-0 حاصل کار مقتدرانه تیم ملی فوتبال ما بود. برتری در مقابل ازبکستان، تیمی که کره جنوبی رو برده، تیمی که ازش به عنوان یک پای فینال نام برده میشد، اونم با نتیجه 4-0 کار راحتی نیست. در گفتار و کلام و شاید تماشا به نظر آسان بیاد، اما دست همه بازیکنان تیم ملی فوتبال ما درد نکنه. ما دو تا بازی دیگه داریم انشالله، یکی نیمه نهایی یکی نهایی، و مطمئن باشید رسیدن به قهرمانی برای بهترین تیم فوتبال آسیا در سال گذشته که تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران باشه دور از دسترس دست‌های پرتوان و ساق‌های قدرتمند فوتبالیست‌های ما نخواهد بود انشاءالله. این بازی رو دیگه ما پرونده‌شو می‌بندیم. 4-0 سه گل علی دایی، یک گل سید علی موسوی و باریکلا به تمامی بازیکنان خوب تیم ملی فوتبال کشورمون. و من مجدداً از اینجا از راه دور که دلم پروی شماست و دلم خیلی نزدیک به همه شما بینندگان عزیز، برای تمامی شما آرزوی موفقیت میکنم و آرزومند پیروزی و توفیق هستم. امیدوارم که در دیدارهای دیگر هم بچه های ما شادمان باشن، شادمان از پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمون. این البته تنها به فوتبال اکتفا نمی کنیم، تمامی بازیکنان ما. امشب هم ما وزن برداران خوبمون رو در تخته بلند کردن وزنه ها خواهیم داشت. هندبالیست هامون رو در پیکار با کویت که از تیمای مطرح آسیا، و از فردا و پس فردا هم کشتی و هم کاراته و کشتی فرنگی هم امشب فینالیست داریم. و امیدواریم همه بچه های جمهوری اسلامی ایران، چه اونایی که الان به عنوان نمایندگان ورزشی در بانکوک هستن، چه اونایی که در تهران هستن و سایر شهرستان های خوب کشور ما، همه پیروز و موفق باشن. در بوکس هم هستیم البته، اینطور که دوستان اشاره میکنن با این مشتای بسته اگه اشتباه نکنم بوکس بعد. به حال برای همه هموطنان عزیز آرزوی موفقیت داریم. پرو ما داور تایلندی اجازه بده دو تیم کارو دنبال کنن. مهدوی کیا میره که ما رو 5 گله بکنه. فرصت برای پنجمین گل است. یک بار دیگه اگر توپ رو خوب و تمیزتر جلو داده بود، نگاه بکنید حالا فرصت برای علیرضا منصوریان. و دیگه تمومه، وقت تلف شده هم تمومه، 3 دقیقه وقت تلف شده هم داور منظور کرده. جمهوری اسلامی ایران 4 ازبکستان 0 و ثانیه‌های آخر این دیدار.
پایان و صعود سرفرازانه تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران رو به تمامی هموطنان عزیز و علاقمندان به ورزش کشورمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله در گزارش‌های بعدی باز هم از پیروزی‌ها و از نتایج خوب ورزش و نمایندگان ورزشی کشورمون در بازی آسیایی برای شما صحبت بکنم. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار. خب تبریک عرض میکنم پیروزی درخشان تیم ملی فوتبال کشورمون رو در مسابقه با ازبکستان، تیمی که خب قهرمان دوره گذشته بازی‌های آسیایی هم بوده. یک پیروزی قاطعانه با 4 گل در شرایطی که حالا علی دایی هم با این 3 گل 9 گله شده و به نظر میرسه که بهترین گلزن مسابقات تا امروز هم هست. خب در دیدار دیگر مرحله سوم، همطور که همکارم جناب آقای بهرام شفیع اشاره کردن، کره جنوبی و تایلند میزبان بازی ها 1-1 مساوی بودند تا دقایق پایانی بازی خودشون. بایستی ببینیم که کدام یک صعود خواهند کرد، ضمن اینکه ما قرار هست با برنده دیدار چین و ترکمنستان بازی بکنیم که خب پیش بینی ها پیروزی چین هست. اگر چین ترکمنستان رو شکست بده، ما بایستی با چین بازی بکنیم، چینی که همواره از قدرت فوتبال جمهوری اسلامی ایران هراس داره. من با توجه به وقتی که در اختیار ما گذاشته شده، چیزی حدود 7-8 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود، استفاده خواهیم کرد از صحبت‌های جناب آقای عطا بهمنش. بله، ضمن تشکر، خب پیروز شدیم دیگه. پیروزی صحبت کردن در موردش خیلی ساده است. وقتی شکست باشه آدم باید توجیه بکنه و دلایلی بیاره که چرا ما شکست خوردیم، ولی پیروزی خودش جلوه میکنه. دیدید که هجوم‌های ما رو و دیدید این مسئله رو که ما یک گل موسوی رو چقدر نگه داشتیم، یعنی کشیدن به دفاع، دفاع مطلق نیمه اول رو ما با این کیفیت 45 دقیقه اول رو ما تموم کردیم 1-0. و وقتی که یه تیم یک گل جلو هست و مسابقه بزرگی مثل بازی‌های آسیایی در پیشه و اینم بازی حذفی دوره‌ای نیست، این خودش مسئله برای ازبک‌ها خیلی مهم بود که تا اونجایی که ممکن است حمله بکنن و دفاع ما رو عقب بنشونن و دروازه ما رو باز کنن. ولی خب من نمیخوام بگم که بخت و اقبال، میخوام بگم که زحمت کشیدن، تلاش کردن، جا خوب گرفتن، پاس خوب دادن، به موقع خشن بودن. بچهای ما هم اخطار گرفتن، اونا هم گرفتن، ولی اونا از ما خشن‌تر بودن، سرعت گوشاشون از ما زیادتر بود. یکی دو تا خطر جدی ما داشتیم که خوشبختانه غلامپور امروز یکی از بازی‌های خوبش انجام داده و خونسا کرد این رو. من این پیروزی رو نه به خاطر فوتبال، به خاطر رشد جوانهامون، جلوه جوانهامون در صحنه‌های بین‌المللی، برای ما مطرحه. ما که میگم یعنی همه مردم ما، نه تنها اونه که فوتبال دوست دارن، حتی اونه که فوتبال رو نمیشناسن. میپرسن خب چی شد؟ میگن که ایران 4-0 ازبکستان رو زد. نمیدونه که چی هست، اما اونایی که میدونن میدونن که چقدر این پیروزی برای ما اهمیت داره در کادر بازی‌های آسیایی بانکوک. من آرزو میکنم که جوانان ما همیشه سلامت و نیرومند و تندرست باشن. میدان‌های ورزشی برد و باخت یک چیز بسیار معمولی و ساده‌ای هست، اما سرفراز از بوته آزمایشی بزرگ بیرون اومدن حائز اهمیت است. این پیروزی رو به شما ایرانیانی که دلتون با ما هست و ما هم در دلمون جا داریم برای شماها، انشاءالله مبارک و میمون هست، همیشه سرفراز و موفق باشید. بنده عرض زیادتری ندارم، میکروفون در اختیار جناب. خواهش میکنم آقای بهمنش. تشکر میکنم. من به یک نکته فقط اشاره بکنم که به نظر میرسه کریم باقری و علی موسوی با اخطارهایی که امروز گرفتند، دو بازیکن دو اخطاره ما خواهند بود. البته اخطارهای دور اول مسابقات رو مسئولین برگزاری رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی تصمیم گرفتن که پاک شده اعلام بکنن. ما در دور اول خب اخطارهایی رو گرفته بودیم
اما وحید هاشمیان که دو اختاره بود در این دیدار روی نیمکت ذخیره بود، یعنی اختار اول او پاک شده بود. اما در دور دوم کریم باقری و علی موسوی اگر من اشتباه نکنم فکر میکنم که اختار گرفته بودند و با دو اختاره شدن این دو بازیکن ما در نیمه نهایی مسلماً حالا یا با چین بازی بکنیم یا با ترکمنستان فرق نخواهد کرد، به ویژه کمبود کریم باقری اگر این بازیکن دو اختاره شده باشه در مرکز زمین ما مسلماً احساس خواهد شد. اما خب اجازه بدید هرچند که تیم ازبکستان دیگه حالا حذف شده، اما من بازی های این تیم رو هم خدمتتون عرض بکنم. در دور اول 3-3 با کویت مساوی کرده بود و 15-0 مغولستان رو شکست داده بود با گلاوراج بهتر نسبت به کویت، با عنوان اول گروه خودش یعنی گروه هفتم دور اول به دور دوم صعود کرده بود. در دور دوم 4-0 طی یک نتیجه خوب کره شمالی رو مغلوب کرده بود، تیم هندوستان رو هم 2-0 شکست داده بود و با ازبکستان با ترکمنستان هم به تساوی 1-1 رسیده بود و نهایتاً از گروه اول دور دوم ازبکستان و ترکمنستان صعود کرده بودن. اما به هر شکل تیم ما در وضعیت روحی بسیار مناسبی قرار گرفته و امیدواریم که با پیروزی در مرحله نیمه نهایی یکی از تیم‌های فینالیست 13مین دوره بازی‌های آسیایی تایلند تیم ملی جمهوری اسلامی ایران باشه. من صحبت خاصی ندارم، اگر آقای بهمنش هم فرمایشی ندارند مجدداً عرض ارادت می‌کنیم به همه همیهنان خوبمون در هر کجای دنیا که هستید، امیدوارم از نعمت سلامتی و آرامش برخوردار باشید و تشکر می‌کنم از کلیه همکاران خوبمون در شبکه جهانی جام جم که متحمل زحمت شدن تا این دیدار مستقیماً تقدیم حضور شما بشه. تا دیداری دیگر، همه شما علاقمندان به فوتبال و همیهنان بسیار محترم و گرامی رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد باشید. Thank you.